آلان توفیقی پزشک و تحلیلگر مسائل سیاسی از پاریس همراه ما آقای توفیقی خوش اومدید در حالی که در بسیاری از کشورهای جهان الان کرونا دیگه تا حدی مهار شده آمار جانباختگان روزانه ایران همچنان بالای 200 نفره چرا شاهد چنین ارقامی هستیم به خاطر اینکه کرونا به شکل یک پاندمی در اومده و وقتی که در زیر مجموعه این پاندمی یک کشوری درگیر اپیدمی هستش باید تمام هم خودش و تمام قدرت خودش رو متمرکز بکنه و کنترل این اپیدمی اتفاقی که هرگز در ایران نیفتاد علاوه بر نقص های متعددی که در برنامه های مرتبط با کنترل توسط وزارت بهداشت و درمان بود از جمله تشدد در سیاست گذاری و فقدان یک نظارت کامل میشه گفت که این موضوع فقط به وزارت بهداشت بر نمیگرده مجموعه حاکمیت هرگز یک تصمیم کلی برای کنترل این اپیدمی نداشت چون در واقع اولویت های جمهوری اسلامی مسائل دیگری هستش از جمله ما میبینیم که در اوج پاندمی و در اوج اپیدمی دخالت های منطقه اون یک جنگ رو در نوار غزه و بین اسرائیل را انداخت من فکر میکنم یک چنین کشوری هرگز قادر به کنترل اپیدمی نخواهد آقای توفیق اما راه حل چیست با توجه به وعده هایی که حکومت در مورد واکسیناسیون میده چه زمانی باید منتظر واکسینه شدن جمعیت در ایران باشیم خب ببینید راه حل در حال حاضر فقط واکسیناسیونه و من فکر میکنم همان گونه که کشورهای منطقه ما مثل مثلا عربستان که الان بالای 32 درصد ترکیه که الان بالای 32 درصد امارات که بالای 115 درصد و یا کشورهای خیلی از کشورهای دیگه منطقه حالا فقط به کشورهای توسعه یافته اشاره نمی باید برای این برنامه ریزی کرد باید با تمام قوا و همه انرژی حاکمیت متاسفانه امروز صرف مسائل غیر از مسئله کنترل پاندمی هستش روی اون تمرکز پیدا بکنه و خب اگر همین روندی که الان هست که ما میبینیم بعد از چهار ماه حدود فقط دو درصد جمعیت ما واکسینه شده بر اساس برآوردهایی که سایت سایت های اینترنتی انجام دادند از جمله بلومبرگ ما چیزی حدود پنج سال طول میکشه تا اون جمعیت هدفمون که 75 درصد جمعیت کشور هستش رو واکسینه بکنیم اخباری هم از راه یافتن واکسن به بازار سیاه وجود داره با توجه به اینکه نظارت بر واکسن وارداتی به عهده دولته این واکسن ها چطوری به بازار سیاه را پیدا میکنند؟ خب ببینید تحقیقات نشون داده که متاسفانه چرخه مافیا در درون خود وزارت بهداشت وجود داره منافعی که در واقع مراکز متعدد قدرت از مسئله واکسن میتونن داشته باشن یک امر ثابت شده است ببینید در خود همین گزارش های قبلی شما هم بود که 99 هزار واکسن وقتی که یک جمع تفریق ساده میزنیم تکلیفشون معلوم نیست خب تکلیف اینها مشخص اینها الان در بازار آزاد هستن از اون طرف خب اونها فکر میکنن که میدونید که دستور دادن به گمرک دستور دادن به مثلا جمعیت هلال احمر و کلا نهادهای مختلفی که با این امر در جریان هستن هیچ آماری در اختیار رسانه ها قرار ندن و خب این عدم شفافیت اتفاقا خودش نشانه ای اون هستش که این واکسن هایی که الان در بازار سیاه وجود داره احتمال خیلی زیاد نشتی های خود همون سیستم هستش که منافع باند های مافیایی اونها رو در بازار سیاه داره عرضه میکنه بله سپاسگزارم از شما آلان صوفیقی پزشک و تحلیلگر سیاسی از پاریس همراه ما